به بیانات شاهزاده رضا پهلوی درباره آبان 98 توجه بفرمایید. آبان 98 یادآور 41 سال سرکوب وحشیانه ملتی است که سرزمینش به تاراج رفته، سرمایه های ملیش چوب حراج خورده، دارایی هاش تصاحب شده و در مقابل به جای تکریم و احترام سهم فرزند نوجوان او گلوله است و مرگ. آبان 98 روایت همدستی و همداستانی اصولگرا و اصلاح طلب است. در تقسیم ثروت‌های به ناحق غصب شده ایرانیان، وقتی که پاسخ اعتراض کارگر بیکار شده با 2 سال حقوق عقب افتاده گلوله بود، پاسخ کولبر کرد و سوختبر بلوچ گلوله بود، پاسخ به مطالبه حق انتخاب پوشش، موسیقی و اینترنت آزاد گلوله بود، پاسخ جوان و نوجوان ایرانی در رویای زندگی نرمال مثل جوانان همه جای دنیا گلوله بود و در مقابل سهم هزاران میلیاردی برای حسن نصرالله و بشار اسد و ده ها گروه بنیادگرای تروریستی بود و هزاران آقازاده در مجللترین مراکز خوشگذرانی جهان. آبان 98 تصویری است روشن از حراس خودکامگی خونریز که اوج وحشت حقیرانش رو با شلیک گلوله در قلب نیکتا اسفندیارانی 14 ساله به نمایش می‌گذارد. دختر نوجوان قهرمانی که مانند دیگر قهرمانان آبان با رویای فردایی متفاوت به خیابان آمده بود. آبان 98 نمایش سطحی از سقوط سرکردگان رژیم اسلامی در رذالت و وحشیگری است که حتی میان دیگر خودکامگان خونریز عصر حاضر هم کم سابقه است. قطع اینترنت کشور و انسداد همه راه‌های اطلاع رسانی تلاش ناموفقی بود برای جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر نفرت و انزجار جوانان ایران زمین از عاملان سقوط و نابودی 41 ساله. تلاشی ناکام برای سرپوش گذاشتن بر قتل محسن محمدپور و ساسان ایدیوند و محمد داستانخواه در خرمشهر و یزدانشهر و شیراز و ده ها کودک و نوجوان دیگر در سراسر ایران از تهران و شهریار و کرج به اسلام شهر تا مریوان و اهواز و کرمانشاه و اصفهان. از آبان 98 یک سال گذشت و هنوز جهانی مبهوت شجاعت هزاران هزار زن و مرد قهرمان ایرانی است. آری، دنیا فریاد ملت ایران را شنید، دنیا پیام پویا بختیاری و صدای نوید افکاری را شنید، صدایی که انعکاسش رو در آغاز رویگردانی بسیاری از کشورهای اروپایی از حاکمان خونریز جمهوری اسلامی به روشنی میتوان دید. دنیای آزاد امروز بیش از هر زمان دیگر فارغ از گرایش و حزب سیاسی، رهبرانش اراده قهرمانانه ملت ایران را میبیند و عظمت بیمانند دختران و پسرانی را که با دست خالی در برابر اهریمن مرگ پرست تا بندندان مسلح قد برافراشتند. آنها را می ستاید جهان. همت و شجاعت بی‌نظیر شما در آبان 98 به سالها دروغ و فریب در لباس اصلاح طلب و میان رو و عملگرا پایان داد و ماهیت واقعی این رژیم ایران ستیز رو در کلیت و در تمامیتش برای جهانیان روشن ساخت. آبان 98 و غریو فریاد جانم فدای ایران در هزار هزار کوه و برزن سرزمین مقدسمان، یعنی که ایران هرگز نمی میرد و ایرانی هرگز تسلیم نمی شود. آبان 98 و به زیر کشیدن پرچم حاکمان ایران ستیز و برافراشتن پرچم ملی شیر خورشید ایران در مقابل دیدگان خودکامه خونریز، یعنی که ایرانی هرگز در برابر تباهی و تاریکی زانو نخواهد زد. آبان 98 برای من و هر کس و هر آن که دلش به عشق ایران میتپد تا ابد
یادآور آخرین کلمات پویا بختیاری اندکی پیش از اصابت گلوله دشیمان است که از پایان کابوس حکومت اسلامی در ایران و از امید به طلوعی بهتر برای ایرانیان گفت. آبان 98 تصویر حماسی قد برافراشتن امید و زندگی است در برابر نفرت و مرگ و مرگ‌اندیشی، تصویر رویش هزاران هزار پویا و نیکتا و محسن و ساسان و پشمان در گوشه گوشه ایران. خانواده های داغدار و مقاوم آبان 98 بدانید که شما هرگز در این راه تنها نیستید. ایران جاودانه امان تا ابد وامدار عظمت ایثار شما و فرزندان قهرمانتان خواهد بود. قهرمانانی که رفتند تا ایران بماند. ایران زمین هرگز فرزندان سرفراز خود رو از یاد نخواهد برد. یاد و خاطرشان جاوید. صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت آبان 98 که یک سال از آن تاریخ گذشت. وقت است که باز